سلام به ویدیو دیگه. خیلی خیلی خوش اومد دوستان. امروز براتون ایسی آوردم بعد از مدت‌ها. یه پیکا پلیر، اونم نه هر پیکا پلیری، واقعا بهترین پیکا پلیر حال حاضر بازی کلش رویال. یه سری بهش بزنیم بچه‌ها. امروز فقط قرار که از ایسی گیم پلی ببینیم. مثلا اول آخراش رسیدیم، تو رنگ 30 دنیا قرار داره و یه گیم پلی فوق العاده خفن. ضربه گوش از سمت راست وارد میشه به تاور حریفش خورده که با تقریبا ترکیب خودش رو بازی میکنه، البته با تغییرات کوچیک مثل گنگ، مثل بربر برل و همین مگا مینیون، ولی در کل پکاه، ترکیب پکاه و چه دمیجی هم وارد کرده. تا بره سمت چپ دوتا، وای بچه اگه بوم میخورد به تاور، وای اگه بوم میخورد به تاور، حریف رو توی مزیقه قرار داده. هر دو سمت تاور امکان داره که بیفته. این هم از گنگ نایت معمولی، فکر کنم بخواد گوچو بزنه، باید این کار انجام بده. بله دوستان، پکا ضربه گوش به سمت چافه برخورد میکنه، یه زپ بی نظیر از ایسی. دوستان امروز گیم پلی پکا را خواهیم دید، یکی از تنها ترکیبای پکا که دوباره تونسته برگرده، یعنی پکا گوچ که با باف شدن کارت گوچ این اتفاق افتاده و ثانیه آخر با اون زپی که حریف زد روی گوچ من گفتم کار تمومه، ایسی میبازه اون بطوله، ولی خب گوچ خیلی سریع سرعت گرفت دوباره و تونست کار رو تموم بکنه. دقیقا بخاطر همون موضوع که باف شده این بازی رو بردش، اگه باف نبودش الان قرار بود خیلی اذیت بکنه ایسی رو. خدای من به آگونیکی میخوره، به ای ای اگونی، البته که نکنش ای اگونیه، ولی خب اکانت اصلیش اگونی کینگه بچه ها، قطعا میشناسید، بهترین واقعا اسپارکی جاینت پلیر کلش رویال. واقعا باید به این موضوع اشاره بکنیم که بهترینش هست، هر سیزنی که دوست داشته باشه میاد تاپ بتن رو تموم میکنه و از همون اول کلش رویال همین موضوعات رو همیشه داشته، رنگ‌های خفنی رو میزده. و بچه ها این موضوع رو همتون میگم، الان دیگه کارت های جدید یه نرف خیلی خوب گرفتن، اون مخصوصا اون ماشینه، بکنم گابلین ماشین است بشه، اونم همون راکت پرت میکنه، اون تقریبا ضربات راکتش به سمت تاور نصف شد، قبلا 950 تا میبرد وقتی به تاور ضربه وارد میشد، الان تقریبا 400 خورده این بیشتر ضربه وارد نمیشه و توی ترکیب ایسی بیشتر از هر زمان الکتروویزارد نبودش حس میشه، چون اگه الکتروویزارد بود الان خیلی قرار بودش که کمکش بیاد. اوکی ضربه یه راکت به سمت اسپارکی و چه شانسی آورد، واقعا شانس خیلی خوبی آورد که اون لحظه ضربه اسپارکی به تاور وارد نشد. خب بچه آگونیکینگ میبینید دیگه، با وجود اینکه ترکیب حریف پکاه، چون همیشه پکاپ یه جورایی نقطه ضعف کارت جاینت اسپارکیه، ولی با این وجود چقدر خوب داره عمل میکنه. اسپارکی از سمت شاپ پلی داده شد، البته این موضوع رو باید اشاره بکنیم که بدون الکتروویزارد ترکیب پکا در برابر این ترکیب زیاد نمیتونه دوام آور باشه. سمت مخالف گوچو زده و نمیدونیم کارت آخر آگونیکین چی میتونه باشه، میگم داره مثلا یه زپی یا چه میدونم اسپل خدایی همون وویدی چیزی باشه، ولی خب مشخص نیست. ضربه یه مینی پیکا سمت چپ چه دمیجی وارد کرد بچه ها، 3,2963 رسیده. خب بره سمت چپ کارت جدید رو میندازه، فکر کنم دفاع خوبی انجام بشه. بله دوستان، این بمبی که از سمت کارت جدید میتره که واقعا خیلی خوبه. اوکی تا این لحظه یکی از جذاب‌ترین بتل‌های ممکن رو با هم دیگه شاهد بودیم. سمت مخالف ویزارد و نایت معمولی، 15 ثانیه به پایان این مسابقه مهیج بیشتر باقی نمانده. اینم از زب، ببینیم چه اتفاقی میفته. ضربه اسپارکی خوشبختانه به تاور وارد نمیشه. خدایی تا این لحظه بازی تو دسته ایسی بوده، آگونیکینگ بیشتر حمله کرده ولی کمتر تونسته به تاور آسیب برسونه. ما کنیم تاور سمت شب رو
سمت راست، هر دو سمت. این خیلی خصلت خوبیه که هر دو سمت رو در واقع همزمان میخواد بگیره و میتونه از هر سمتی که اون آخراش، از هر سمتی که حریف نتونه پیش بینی بکنه تابه رو بگیره. وای بچه ها اینجا رو نگاه کنید، ضربه فیصل در کسری از ثانیه، در کسری از ثانیه به ناباورانه ترین شکل ممکن بازی رو واگذار میکنه. من غرق صحبت بودم، اصلا چی شد؟ باورم نمیشه بچه ها. خب رفقا بریم برای مرحله بعدی، سی در رنگ 32 جهان با یه عمل کرده خوب، ولی واقعا ثانیه آخری دیگه نمیشد کاریش کرد. من جام مثلا خودم رو جای سی قرار میدم، اون بطل نمیشد کاریش کرد. ببینیم ضربه راکت میخوره و بچه این موضوعم بعد اشاره بکنم، احتمال داره ریورد شده باشه کارت جدید، یعنی هم سرعتش به نظرم رفته بالا، هم از اون طرف به نظرم میاد دمیج تقریبا نصف شده، یه خورده کمتر از نصف ولی تقریبا نصف شده و به نظرم این اتفاق خیلی بهتر بود از همون اول باشه، ولی خب اوکی همین الانم درست شده و به نظرم ترکیب های کلش رویال در حال حاضر خیلی بهتر از اون چیزی هن که این چند ماه اخیر داشتش های پشت سر هم و تکراری انجام میشد. که ای ضربه ی آخر پکا که کارو به شدت خوب عادی جمع میکنه و این بمبی که آخرین ثانیه میترکونه از خودش امکان داره بچه ها یکی از مهمترین حملات مثلا حریف رو با 4 تا اکسیر جلوش رو بگیره. اوکی این گابلین ماشین خیلی شباهت عجیبی داره به یه بازی هستش اسمش پلنت وی زامبیه، یا یه دونه کاراکتر داره دقیقا انگار همینه، یه گابلین مانند روی یه دونه ماشین نشسته و تقریبا بمب پرت میکنه. احتمال داره که از اون کاراکتر ایده گرفته باشه این کارت جدید رو، خیلی احتمالش بالاست. حالا من اگه تونستم توی کامنتی بهتون نشون میدم که ببینید منظورم کدوم کاراکتره، خیلی شبیه بمونه. اینقدر شباهت عجیبه واقعا، حتی نوع راه رفتنش، نوع حرکات دست خیلی شباهت داره به اون چیزی که مد نظرمه. ضربات حریف تابر بدون پکا، راضی هم ازت، البته که پکا میزد اینجوری خوب دفاع نمیشد. درسته پکا مثلا 7 اکسیره میاد و کارو به داخل جمع میکنه، ولی ضربات جوینت مطمئنم اعتبار وارد میشد. میدونید دیگه این فکر میکنم ترکیب هاگی خیلی بهتر شده باشه الان خاطر برگشت کارت پرینس، یعنی احتمال داره همین امروز فردا بخواد هادی برگرده به بازی. من این پتانسیل رو الان توی هادی میبینم که بخواد برگرده، شاید مثلا چند ماه پیش میگفتم نه نمیتونه نمیخواد برگرده، ولی الان احتمال داره هادی بخواد برگرده به بازی. و او خدای من ضربه مهم به تاور برخورد میکنه، اینم از پکا. با وجود پکا این همه کارت خوب دفاعی واقعا نمیتونه حریف کاری بکنه. اوکی ضربه پرینس، اینم از نایت، احتمال داره بره برای گوچ. حالا این اتفاق افتاده، اسپل جدید که من چیز خاصی توش واقعا کشف نکردم، خیلی اسپل اوکیه، ملو، یعنی انقدر قوی نیست، نه اینقدرم ضعیف نیستش، خیلی به نظرم اینو خوب تونستن در بیارن، کارت نیستش که بورینگ باشه و توی تمام ترکیب خود اذیت بکنم. رنگ 20 دنیا، منتظر ادامه این ویدیو خارق العاده باشید، امیدوارم اصلا بتل بزنه. بچه با پکا داریم گیم پلی رنگ 20 رو نگاه میکنیم. خب دوستان بریم برای ادامه رنگ 20 جهان. واقعا انقدر نکته داره این ایسی توی همین پروفایلش که بخوام بهتون بگم، خیلی بچه ها پلیر فوق العاده دیدم. الان اینو بگم که این اکانت اصلیش نیست، اینو خیالتون راحت باشه، اکانت اصلیشو من توی لیستم دارم، اصلا با اون پوش میکنم. توی اکانت اصلیش رنگ 4 گلبال تورنمنت و 5 لدر داره با پکا، سر همینه میگم بچه ها شما مثلا این پلیر رو نمیتونی با کسی مثل سیمو یا چه میدونم کسی مثل پکا بریج اسپن پلیر رو مقایسه بکنید، چون رنگ هایی که زده واقعا دست نخورده، این چند سال باقی مونده. فقط مثلا میخوام مثال بزنم کی میتونه سری همچین رنگی بزنه، همون کسیه که
توی فرنیسمون داریم چینی نوشته شده، اون تونستش رنگ کف دنیا رو چند سنی گذشته بزنه با همین ترکیبا. یعنی کس دیگه تاپ 10 نتونست با پکا بزنه این تقریبا یکی دو سال پیش و به دست خورده. به دست دست نفر سه دنیاست فکر کنم الان در حال حاضر نفر سه دنیاست این دست. بهشونم نشونش دادم که بفهمیم ماجرا از چه قراره. خب ببینیم چطوری میخواد دفاع بکنه. خیلی سخت شده. راکت به سمت الکترو جاینت دیگه. این دست کی آخه الکترو جاینت پلیر شد من نمیفهمم. اگه ایشون باشه با ترکیبای جاینت و با ترکیبای گریف یارد فریز بازی میکرد ولی خب میگم تغییر ترکیب داده دیگه. ضربه یه فوق‌العاده‌ای بود که به سمت تاور وارد شد. بریم جدال این دوتا کارت که خیلی شبیه به هم به نظرم هستن که بولر برندش بود. اوکی این اسپل واقعا خیلی چرته. البته دوتا اکسیره زیاد چیز مهمی نیست ولی خیلی چرته. چرا مثلا جلوی گریویارد من دیدم نابود میکنه گریویارد واقعا. سمت مخالف رو نما کنید بچه ها. چی کار کرد؟ چه ریسکی کرد؟ چه ریسکی میکنه ایسی؟ بولر ببینیم چطوری میخواد دفاع بکنه آنتونیو رو بیاره. این حجم از کارت ها رو. اینم از کارت گوچ. اینجا رو نگاه کنید ببینیم چی میشه. سمت چپ ضربات مهم به تابر وارد میشه. حالا تابر سمت چپ گرفته شده. الان برگه برنده رو قطعا ایسی در دستان داره. اگه این مطلب ببره خیلی قراره به آنتونیو رودیگر فشار وارد بشه چون قراره که حداقل حداقل 40 تا منفی بخوره آنتونیو رودیگر. تقریبا 140 تا از ایسی کاپش بیشتر بود و اگه این اتفاق بیفته ایسی میره برای تاپ 10 با همین بتل، یعنی با همین پیروزی فکر کنم تاپ 10 بشه. هر دو راکت ها به سمت خودشون وارد میشن. اینم از نایت از سمت راست که بدون هیچ ریسکی بتونه دفاع رو انجام بده. واقعا اوکی پکا رفت برای پکا. جدال این دو واقعا جذاب داره پیش میره. الان باید فقط به فکر این باشه که چطوری تابر رو بگیره. کیو تابر منظورمه. اکسیر نداره آنتونیو رو دیگر فقط این بولره. دوستان عزیز اینم از سورنادو. اینم از گابلین. با تمام نفر سه دنیا چه شکست بدی میخوره جلوی ایسی، کسی که کاپش به شدت پایین تر از آنتونیو بود یا همون دست. که این موضوع باعث میشه از رنک 20 دنیا برسه و به رنک 13 دنیا. خیلی کاپ ازش گرفت حلالت باشه. اصلا از این دسته خوشم نمیاد ولی واقعا عالی بازی کرد. ایسی و منظورمه عالی بازی کرد. خب دوستان همطور که مشاهده میکنید ایسی دست بردار نیست. نفر 12 دنیا مثل این که از اون 13 نفری که بودن اون والا یه نفرشون منفی خورده و کاپش از ایسی الان پایین تره. نفر 12 دنیا همین الان داره بازی میکنه در برابر اسکیسم دارنده رنکی که جهان. یه بار بهتون توضیح دادم این رنکی که جهان شطوری به دست اومده و دیگه دیروز بود دیگه بهتون گفتم که چقدر خوبه این بومبه. پکا ببینیم ترکیب سم چی میتونه باشه. احتمال داره میگا نایت باشه بچه ها. ترکیبش یکی از جدیدترین ترکیب هایی که تا الان من دیدم توی کلش رویال توی یکی دو روز. این میگا نایت پلیری بودش که اگه یادتون باشه من تو فرنیس هم داشتمش. نه اسمش یادم نمیاد. یه ترکیب عجیب با میگا نایت ساخته با وجود کارت های جدید به شدت فوق العاده است. حالا اگه یادم بیاد در ادامه اسمشو بهتون میگم. اوبیتو من توی تویتر دیدم یه ترکیب سخت دقیقا یه همچین چیزیه. یه میگانایت هم داره و منک نداشت اون ترکیبه ولی برات
هات گوچ چقدر عالی تونستش دفاع بکنه. ببینیم پرینس رو بچوف، نه تنها ضربات پرینس قوی تر شده و به نظرم یه 50-60 ضرباتش بیشتر شده قدرتش، بلکه به نظرم وقتی که سرعت میگیره یه اصلا یه طور دیگه میرسه به کارت ها. خیلی عجیب شده کارت پرینس، فوق العاده است. و راجب کوچ بخوام یه سری دیگه همتون بگم، احتمال داره که اون ضرباتی که میزنه کارت های حریف سرعتش میاد پایین یا کند میشه. به نظرم اون ضرباتی که کند میشه بیشتر شده، یعنی تایمش بیشتر شده و هر ضربه ای که میزنه قبلا 3 ثانیه معطل میکرد حریفا رو کارتاش رو، ولی الان احتمال میدم 4 ثانیه شده باشه. قشنگ سرعتش بالاتر رفته. ضربات ویزارد اولوشن به سمت پکا و اینم از اسپل جدید نایت ایولوشن. سمت چپ رو مشاهده میکنید. 20 ثانیه دوستان، بطله به شدت جذابی داره پیش میره بچه. اصلا نه ایسی هیچ کدومشون پاپ هست نکشیدن تا این لحظه و کارت آخر سم بلا استفاده مونده. اینکه پکا باشه اذیت هم میکنه، اگه پکا باشه و مثلا بخواد سورپرایز بکنه ایسی رو، احتمال داره حتی پکا بخواد بازی رو واگذار بکنه. و تا این لحظه که خیلی ترتمیز بازی کرده ایسی، این موضوع واقعا نمیشه کسمانش کرد. پکا کارت آخر گوچ بوده، کارت آخر گوچ بوده دوستان. تمام کارت هایی که باف شدن توی دک جا داده سم، چون همش هست بچه، همش هست، همه اونایی که باف شدن هست من دارم میبینم. چه؟ سمت روست تقریبا ترکیبا یکی هست و این فقط یه پکایه که میتونه اون تغییر مهم رو بگیم حالا ایجاد بکنه، ولی در کل ترکیبا مشابه هم هستن. ضربه یه راکت برمیگرده به سمت تاور. خدای من چه دمیجی وارد میکنه سم. گوش از سمت راست وارد شد، ببینیم چی کار میکنه پکا که از آخرین شانس ها، ببینیم چی میشه. زپ معمولی، زپ بلوشه برای حریف و دفاع خیلی ترتمیز از اسکیسم و دیگه کار تموم به نظر میرسه. بازی رو واگذار کرد در رنگ 12 جهان، بچه ها بازی رو واگذار میکنه ایسی و بطل جزایی که بودش، ولی به نظرم میتونست ایسی بازی رو در بیاره برای خودش. برای منتظر بطل بعدی باشید. خب دوستان، نفر 19 جهان در حال حاضر به توگود میخوره. این یکی از اکانت های دوم یا شاید سوم توگود باشه. من دو تا از توگود اکانت دارم، ولی شانس من با هیچ کدومشون ایسینه پوش نکرده و با این اکانت داره پوش میکنه. الان بهش پیام دادم که با این اکانت منو اد بزنه، ولی نمیدونم چرا جواب نمیده، انگار که تو توییتر زیاد فعال نیست این چند وقت. من دو تا اکانت از توگود دارم، دو تاشون هم رنگ های خفنی، ولی انگاری هر زن داره با یه اکانت جدیدی پوش میزنه، خیلی بده دیگه. با یه اکانت پوش بزنه ما هم اذیت نکن بحال ندیگه. اوکی سمت مخالف 20 ثانیهش هم بیشتر باقی نمونده، من داشتم یه ویدیوی دیگه میگرفتم سر همون این بازی رو، تقریبا 2 دقیقه آخرش رسیدیم. پکا از سمت راست وارد میشه، همچنان که داریم مشاهده میکنیم ایسی نتونسته دمیج خوبی وارد بکنه، البته توگود هم نتونسته نهایت چیزی تونسته وارد بکنه، یه دونه ضربه ده دوتا شد ثانیه آخر بچه ها، ثانیه آخر اومد بیرون دنسلیست. یه موضوع خیلی جالب در رابطه با توگود بهتون بگم بچه ها، نبا دگر دچز داره بازی میکنه، نبا کارت های جدید
خیلی عجیبه، من به این موضوع توجه نکرده بودم. آقا ترکیب تورگود رو دیگه نگاه بکنید چیه؟ و تابرش رو نگاه بکنید، عجیبه. از این عجیب تر من این چند وقت نهیده بودم. خدایی خدا وکیلی دمت کم، تو خیلی خوبی تورگود. باید حتما این اکانتش رو بگیرم بچه ها، برای ویدیو خیلی خوبه. یه زب ضربه گوچ به سمت تابر وارد نمیشه، با تورنادو تونست دفاع رو انجام بده. و اینم از نایت برای دفاع، میکنم بخاطر راکت رو تو گود بزنه. بعد دوستان راکت به سمت تابر، همین الانش تو گود بازی رو برده. چه بتل عجیبی رو داریم با هم میگه مشاهده میکنیم. اینم از اسپل رنج و اسپل بخشید لایتینگ و ضربه گوچ که به سمت تابر وارد میشه. در کسری از ثانیه دفاع حریف میشکنه بچه، واقعا خوبی داره آنی هم میکنه. این بطل باخت، ولی خدای اگه با این ترکیب همه بازی هاشو انجام داده باشه خیلی خوبه، عجیبه. خودش توی توییتر گفته که این آخرین سیزنیه که دارم تو کلش رویال تو تاپ لر بازی میکنم تو گروپ، اما باید آخرین سیزنش رو بحثش رو ببینیم و نمیشه از دستش داد. بالاخره من میرم تو کارش و براتون میگیرم حتما. خیلی ممنون که امروز با من و ایسی همراه بودید، بطلای خیلی جذابی با هم دیگه شاهد بودیم. تا ویدیوهای آینده من برم برای توگود، توگود رو حتما این اکانتش رو بگیرم، چون گفته خودش آخرین سیزنیه که میخواد بازی بکنه تو کلش رویال. و فعلا دوستان.